بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين والسلام على شهدائنا الأبرار المكرمين. سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکهش بر ارواح طیبه شهیدان، همه شهیدان تاریخ، شهیدان اسلام، شهیدان انقلاب اسلامی و شهیدان دفاع از انقلاب، از اسلام، از حریم اهل بیت و از امنیت کشور تا امروز. خیلی خوش آمدید خانواده های محترم شهدا، پدرها، مادرها، همسرها، فرزندها. قدر خانواده شهدا و پدرها و مادرها و همسرها و فرزندان و برادران و خواهران شهدا و داغداران شهدا رو بندگان صالح خدا می دانند. علت هم این است که خدای متعال بر شما سلام و درود فرستاده است. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. خدا صلوات بفرسته، خدا درود بفرسته. این خیلی رتبه والا و مهمی است، چون صبر کردید، چون مصیبت فقدان فرزند را که برای اغلب مردم دنیا یک عزاست، شما این را تبدیل کردید به یک عید، به یک تبریک. از اینکه خدای متعال جوان شما را در جوار خود، احیاء عند ربهم یرزقون، قرار داده است، شما تسلا پیدا کردید. این صبر خانواده شهدا یک چنین ارزشی داره. شهیدان حقیقتاً پیامشون پیام بشارت است. باید ما گوشمون رو اصلاح کنیم که این پیام رو بشنویم. بعضی نمیشنوند پیام شهدا رو، لکن این قرآن کریم است. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیهم الا هم یحزنون. پیام شهیدان پیام نفی ترس و اندوه است. البته این ترس و اندوه مصداق اتمش برای خود اونهاست. در اون نشئه پر از ترس و پر از اندوه که همه انسانها گرفتار خود هستند، کسانی که در راه خدا به شهادت رسیدند، یعنی همین جوانهای شما، چه اونهایی که در دفاع مقدس به شهادت رسیدند، چه اونهایی که در دفاع از مرز
به شهادت رسیدن، چه اونهایی که در دفاع از امنیت به شهادت رسیدن، چه اونهایی که در دفاع از حرم، از حریم اهل بیت به شهادت رسیدن. پیام اینها پیام بشارت است برای خودشون و همچنین برای مخاطبانشون. اینی که امام بزرگوار فرمود ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد، این به این خاطر. وقتی شما به فدا شدن در راه خدا به صورت یک موفقیت بزرگ نگاه کردید، به سمت خطر به خاطر شهادت بی محابا حرکت کردید، هیچ نیرویی در دنیا نیست که بتوانه در مقابل شما ایستادگی کنه. غلبه و قدرت متعلق به اون ملتی است، به اون مردمی است که معتقدند اگر در این راه براشون خطری پیش بیاد، ضرری پیش بیاد، شهادت و از دنیا رفتن پیش بیاد، اونها برنده هستند، بازنده نیستند. ملتی که این روحیه را، این اعتقاد را دارد، شکست برای اون ملت وجود ندارد، ملت پیش خواهد رفت. همچنانی که ملت ایران در راه بسیار پر خطر و پر زحمت خود تا امروز پیش رفته است. شوخی است همه قدرتمندان فاسد، ظالم، خبیث عالم دست به دست هم بدن در مقابل ملت ایران بیستن، هیچ غلطی هم در طول 40 سال نتوانن بکنن و این نهال تازه پا تبدیل بشود به این درخت مستحکم، شجره طیبه و غیر قابل تکان دادن. اینو کی کرد؟ این رو اعتقاد به شهادت، این سرنوشت افتخار آمیز را برای کشور به وجود آورد. یعنی همین جوانهای شما گریه میکنه، آرزو میکنه که در راه خدا شهید بشه، به پدرش، به مادرش التماس میکنه، میگه من رفتم در عملیات شهید نشدم چون شما راضی نبودید، التماس میکنه شما راضی بشید تا من شهید بشم. به همسرش میگه، یکی از همین شهدای حرم در شهر حالشون خوندم، به همسرش میگه شما راضی نبودی من شهید بشم، شما نمیگذاری من شهید بشم. التماس میکنه به همسرش که تو راضی باشو تا من شهید بشم. دنیای مادی معنای این حرفا رو نمیفهمه، درک نمیکنه. این هست، این روحیه است، این اعتقاد است که جوان مؤمن انقلابی ما رو مثل کوه استوار نگه می‌داره در مقابل حوادث. بله، بارها گفتیم بعضی‌ها، بعضی از عناصر انقلابی از راه برگشتند، انقلاب ریزش داشته است، کسانی دلشون بسته به دنیا شد. صدر اسلام هم همینجور بود، در صدر اسلام هم یه عده انقلابیون اول کار بعد شدن دنیاداران در اواسط و اواخر عمر. بله این هست، اما در کنار این ریزش چند برابر ما رویش داریم. رویش انقلاب، این معجزه انقلاب اینه. بعد از 40 سال شما میبینید جوان مؤمن مسلمان
با روحیه نه امام رو دیده است، نه انقلاب رو دیده است، نه دوران دفاع مقدس رو دیده است، نه اون حماسه ها رو از نزدیک دیده، اما امروز با روحیه انقلابی مثل همون جوان اول انقلاب، مثل همت و خرازی و بزرگانی از این قبیل می رود وسط میدان با علاقه، با احساس مسئولیت، با شجاعت تمام در مقابل دشمن می ایسته. این که من میگم جوانهای امروز، جوانهای مؤمن امروز از لحاظ انگیزه از جوان اول انقلاب اگر جلوتر نباشن، عقبتر نیستن، یعنی این اینها رویش های انقلابن. این معجزه انقلاب است، این معجزه نظام جمهوری اسلامی است که میتوانه همون روحیه های پرتلاش و قوی و فولادین رو بازآفرینی کنه به شکل همین شهدای امروز شما. اینا مایه افتخارن، اینا ستونهای این انقلاب و این کشورند، جوانهای شمان که این کشور رو نگه داشتن، جوانهای شمان این خونهای پاک بر زمین ریخته است که مانع شده است که مستکبرین عالم آمریکای جنایتکار مثل دوران طاغوت بر این کشور مسلط بشه. اینا نگذاشتم، جوانهای شما نگذاشتم. اگر این شهادت ها نبود، اگر این شجاعت ها نبود، اگر این صبرهای پدر و مادرها و همسرها نبود، معلوم نبود وضع کشور چگونه خواهد بود، معلوم نبود این کشور بتوانه در مقابل این جبهه مستکبر ایستادگی کنه. ایستادگی کردیم چون این کشور جوانهای مثل شما رو داشت و همچنان جوانها هستند. ملت هم قدر اینا رو میدانه. شما ببینید در تشییع جنازه این پیکرهای پاک همین شهدای این روزها، شهدای مرز، شهدای دفاع از حرم، شهدای گوناگون امنیت و امثال اینها، شما ببینید مردم چه میکنن. دیروز در کهگیلویه و بوی رحمت دیدید این جمعیت عظیم تشییع جنازه کردن پیکر مطهر یک سرباز شهید رو. اینجوری قضیه، این مردم قدر میدانند. چهار نفر آدم کج فهم، کج فکر، دلبسته به دنیای مادی غرب حرف میزنن، تحلیل های بی ربط و بی معنا میکنن. بکنن، واقعیت قضیه غیر از اون چیزیست که اونها میگن. جمهوری اسلامی نیرومند است با معنویتش، با فکرش، با انسانهای فداکارش، با ایمانش، با پدر مادرهای مؤمن، با همسرهای مؤمن و با جوانان مؤمن. جوانی که از خانوادش صرف نظر میکنه، از همسر محبوبش صرف نظر میکنه، از کودک شیرین زبانش صرف نظر میکنه، میره در راه خدا مبارزه میکنه، جان خودش رو به خطر میاندازه. کشور رو اینها نگه داشتن. انقلاب نیرومندیش به وجود یک چنین انسانهایی است، یک چنین ایمانهایی است. دشمن نمیفهمه. و من به شما عرض بکنم دشمنان ایران اسلامی، دشمنان سرشناس ایران اسلامی غرق در لجنند، لجن فساد اخلاقی، لجن فساد سیاسی غرقند. امروز دولت مردان آمریکا رو نگاه کنید، پول پرستیشون، حق کشیشون،
بی‌اعتنائیشون به جان و مال انسانها و ملتها رو نگاه کنید. یه نمونش در یمنه. یمن جنایت رو سعودی‌ها دارن میکنند، اما شریک این جنایت آمریکایی‌ها هستند، خودشون هم اقرار میکنن. بیمارستان رو میزنن، بازار رو میزنن، مجلس رو میزنن، محلای جمعیت رو میزنن. بحث دعوای نظامی نیست، با ملت ها مخالفن. اینها جنایتکارن، غرق در لجنن. چهره آمریکا اینه. ملت ایران اگر میخواهد آمریکا رو و استکبار رو مظهرش آمریکاست، اگر میخواهد درست بشناسد، نگاه کنه به امروز، به کارهای این رئیس جمهور و دولت مردان کنونی آمریکا. همشون همین جورن، مخصوص اینها نیست. اینا با صراحت اون چهره زشت و نفرت انگیز رو آشکار کردن، ولی همشون همین جورن. ایران اسلامی در مقابل اینا ایستاده است، در مقابل حق کشی، در مقابل بی‌عدالتی، در مقابل فساد اخلاقی، فساد سیاسی. ایران اسلامی در مقابل اینها ایستاده است. ایران اسلامی با استقلال خود، با ایستادگی خود، البته موجب دشمنی جهانخواران میشه. اونا مایلن تسلط پیدا کنن، مایلن سیطره پیدا کنن. اونا دلشون میخواد ایران مثل ایران قبل از انقلاب باشد که بر همه امورش مسلطند، مسلط بودند، مثل کشورهای ضعیف دیگری که امروز هستند. میبینید با یک کشوری دست دوستی میدن، اموال او رو میمکن و میبرن، بعدم میگن اینا گاو شیرده ما هستند. اونا دلشون میخواد ایران عزیز، ایران بزرگ، ایران پر افتخار و ملت شجاع ایران مثل اون کشورها زیر دست اونها باشند. به این هدف نرسیدند و قطعا به این هدف نخواهند رسید. امام بزرگوار ما آمریکا را شیطان بزرگ نامگذاری کردند. یعنی چه؟ شیطان یعنی چه؟ شیطان اون موجودی است، اون عنصری است که همه انسانهای دیندار و موحد عالم باید در مقابل او بایستند. امام با این نامگذاری در واقع بسیج کردند همه موحدین عالم را، همه دینداران عالم را، همه ملت‌های با انصاف عالم را در مقابل آمریکا. و این هدف تا حدود زیادی توفیق پیدا کرده است و بیش از این هم توفیق پیدا خواهد کرد. دشمن هم تلاش می‌کنه بلکه بتواند ملت ایران را منصرف کنه. البته نقشه‌های آمریکا در مورد ملت ایران لو رفته. نقشه‌ای که بتوانند اون رو عمل بکنند و ضربه وارد کنند دیگه ندارن. هر کاری که میتوانستن کردن، نقشه های آیندهشون هم لو رفته است. هدف آمریکا با این کارهای اخیر، این کارهایی که در این یکی دو سال گذشته کردند و قلم درشتش تحریم همه جانبه اقتصادی است و کارهایی که دارن میکنن، توطئه هایی که دارن میکنن، مامورین مخصوصی برای مقابله با ایران میگذارند، به دشمنان گوناگون ایران، منافقین و امثال اینها کمک میکنند. نقشه اینها این است که بلکه بتوانند به کمک تحریم و به کمک کارهای ضد امنیتی اینها در
جمهوری اسلامی در کشور عزیز ایران اسلامی ما دو دستگی و اختلاف و جنگ داخلی و مشکلات ایجاد کنن. هدفشون اینه. همه یه تلاش خودشون رو هم در این راه مصرف کردن. اینا اول امسال که سال 97 هست، در اول امسال یا در اندکی قبل از امسال، اوائل سال جاری مسیحی، اعلام کردند که ایران تابستان داغی خواهد داشت. مقصودشون این بود که ما در تابستان به سراغ ایران میریم و نقشه های ما در ایران تحقق پیدا خواهد کرد. یعنی همین اختلاف و دعوا و اینه بکش تو خیابان و اونو بیار توی عرصه و این گروه با اون گروه، اون گروه با اون گروه، جنگ را میندازیم، دعوا را میندازیم. هدفشون این بود. به کوری چشم اونها تابستان امسال که از بهترین تابستانهای سال بود. بعد هم گفتن جمهوری اسلامی 40 سالگی رو نمیبینه، یعنی در پاییز و زمستان امسال همون توطئه ها را عمل خواهیم کرد. ملت ایران با استحکام تمام ایستاده است. به توفیق الهی در 22 بهمن این ملت سالگرد 40 انقلاب اسلامی را با شکوه بسیار بهتر از سالهای قبل برپا خواهد کرد. ملت بیدار است، ملت بیدار است. مسئولین هم مشغولن، کار میکنن، تلاش میکنن. البته بیشتر باید تلاش کنن. من هم به ملت عزیزمون عرض میکنم این بیداری رو حفظ کنید. اینی که اینا گفتند در سال 97 ما چنین میکنیم، چنان میکنیم، نقشه هایی رو برای جمهوری اسلامی ابراز کردن، یعنی در واقع نقششون لو رفت، این ممکنه فریب باشد. ممکنه جنجال رو برای سال 97 بکنن، نقشه رو برای سال 98 بکشن. من باب مثال همه باید حواسشون جمع باشه. به همه ملت عرض میکنم آمریکا دشمن خبیثی است، دشمن حیله‌گری است. دستش با صهیونیست‌ها و مرتجعین منطقه توی یک کاسه است و همشون دشمن ایران اسلامی و دشمن ملت ایرانند. ما باید بیدار باشیم. البته ما قوی‌تر از اونها هستیم. اونها با این انگیزه قوی علیه جمهوری اسلامی تا کنون هیچ غلطی نتوانستن بکنن، بعد از اینم نمیتوانن بکنن، در این تردیدی نیست. دشمن ضعیف است. ان کید الشیطان کان ضعیفا، آیه قرآنه. دشمن ضعیفه، ولیکن ما نباید غافل بشیم، ما نباید به خواب بریم. توصیه من به همه جوانهامون، به همه مجموعه های گوناگون کشور، به همه اصناف کشور، به همه جریان‌های سیاسی کشور این است که مراقب باشند، به دشمن پهلو ندن، مراقب باشند، میدان رو برای دشمن آماده نکنن، بیدار باشند. اگر ما غافل بشیم، ما به خواب بریم، همون دشمن ضعیف زهر خودش رو خواهد ریخت.
باید همه بیدار باشیم. همچنانی که به حمدالله امروز همه ملت بیدارند، در طول این سالها هم ملت بیدار بودن. این بیداری رو باید حفظ کنیم. توصیه من به جوانهامون اینه، همه در هر جایی که هستن برای کشور کار کنند، برای تقویت کشور، برای تقویت اقتصاد کشور، برای تولید داخلی که امسال رو ما برای تولید داخلی به صورت شعار اعلام کردیم، هر کسی در هر جایی که هست تلاش خودش رو بکنه، تولید کننده یه جور، مصرف کننده یه جور، تصمیم گیرنده یک جور، قانون گذار یک جور، مجری یک جور، دولت یک جور، مجلس یک جور، قوه قضایی همینطور، هر کدامی با بیداری و هوشیاری کامل وظایفشون رو انجام بدن. این توصیه ما به مردم، به مسئولین کشور هم توصیه میکنیم تلاششون رو مضاعف کنند، مراقب باشند، فریب زبانبازی و ظاهرسازی دشمن رو نخورند، مراقب باشند دشمن خبیث را که از در بیرون میکنند از پنجره داخل نشود. دشمن انواع و اقسام شیوه ها و ترفند ها رو به کار میبرد برای اینکه بتوانه نیش بزنه و زهر خودش رو بریزه. باید مسئولین مواظب باشن. اونچه که بنده نسبت به مسائل اقتصادی و مشکلات اقتصادی مردم احساس میکنم که باید انجام بگیره برای رفع مشکلات، تقویت تولید داخلی است. به مسئولینم سفارش کردم باید به تولید داخلی اهتمام ورزیده بشود. مشکلات اقتصادی مردم انشاءالله کم خواهد شد. اگر چنانچه به این سمت و در این جهت حرکت جدی و خوبی انجام بگیره. کسانی در دنیای اسلام با دشمن پیوند دوستی بستند. آل سعود حرکتی که دارن انجام میدن، این جنایتی که در یمن به وسیله اونها دارد انجام میگیرد برای اشغالگری یمن و در مقابل ملت مظلوم یمن، این به ضررشون تمام میشه. این رو بفهمند، این به ضررشون تمام میشه. امروز حدود 4 سال است، نزدیک به 4 سال است که اینها دارن در یمن جنایت میکنن. اینا خیال میکردن در ظرف چند روز یا حد اکثر چند هفته خواهند توانست مسلط بشوند بر یمن و اختیار و زمام امر رو در اونجا به دست بگیرن. 4 ساله که نتوانستن. هرچه جلوتر بروند سقوطشون سختتر و ضربه‌ای که بر اونها وارد خواهد آمد مؤثرتر خواهد بود. چطور میشود یک دولتی که بر یک ملت مسلمان، بر یک کشور اسلامی حکومت میکنه، بشود عامل دست دشمنان اسلام، عامل دست آمریکا، گاو شیرده آمریکا؟ چرا؟ خادم حرمین شریفین باید اشداء علی الکفار باشد، نه اشداء علی المؤمنین. اینا اشداء علی المؤمنین هن، اشداء علی الیمن هن، اشداء علی البحرینند. مردم مؤمن رو زیر فشار قرار میدن. این یک سیاست بسیار ابلهانه است، خشم الهی رو برمیانگیزه. ملت ایران با چشم باز، با بصیرت همه این اوضاع رو زیر نظر داشته باشد و موضع خود رو مستحکم نگه دارد و بداند در این دریای طوفانی این منطقه و این دنیا که این طوفان امروز به اروپا هم رسیده است. فرانسه رو ملاحظه کنید، کشورهای اروپایی هم اسیر طوفانند. در این طوفانی که دنیا را و به خصوص منطقه را فرا گرفته است، ملت ایران
به برکت اسلام در کشتی امن محبت اهل بیت به اسلام قرار گرفتن، این بصیرت رو حفظ کنید، این روش رو حفظ کنید، این مسیر رو انشاءالله با قدرت ادامه بدید. پیروزی متعلق به ملت ایران است. رحمت خدا، صلوات خدا و سلام خدا بر شهیدان و بر خانواده شهیدان. بنده مجدداً به پدران، مادران، همسران، فرزندان، برادران و خواهران شهدا اظهار اخلاص و ارادت خودم رو تکرار میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.